سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. فقط در چند ثانیه اول شما تمام اون چه رو که هستید به طرف مقابل القا میکنید. نه چیزی بیشتر، نه چیزی کمتر. یه کمی ناعادلانه به نظر میرسه، اما خب این یه واقعیته. اگر در اولین برخورد تونستید تأثیر مثبت بگذارید، موفق شدید. اگر در اولین برخورد نتونستید تأثیر مثبت بگذارید، کار دیگه تموم شده، یا حداقل بهتره این طور فکر کنید. اینکه چرا مردم اینطوری هستن ریشه های روانشناختی داره. ما انسان ها دوست نداریم وضعیت چیزی رو در ذهنمون سازماندهی نشده نگه داریم. برای مثال زمانی که یک فیلم برای اولین بار تماشا می کنیم، نمیتونیم اون فیلم رو نه خوب و نه بد بدونیم. حتما باید تصمیمی نهایی راجع به اون فیلم بگیریم. خوب بود یا خوب نبود؟ در مورد افراد جدیدی که ملاقات میکنیم هم همین اتفاق میفته. در چند ثانیه اول مغز ما باید دستور لازم رو برای رفتار مناسب صادر کنه. این فرد خوبه، این فرد صادقه، این فرد باحاله و بعد بنابر دستور و تصمیم صادر شده رفتار ما با اون شخص مشخص میشه. اگر نخواهیم زیاد وارد جزئیات اتفاقاتی که در ذهنمون میفته بشیم و موضوع رو به سمت کاربردهای اون سوق بدیم، اما اجازه بدید به اهمیت این موضوع اشاره کنیم. شما اگر در برخورد اول یک نفر رو صادق و خوشمشرب بدونید، به مرور زمان سعی میکنید این باور رو تقویت کنید و هر علائم متضاد با این برخورد رو دفع کنید. نمونه بارز اون عشاق هستن. یک جوان عاشق رو در نظر بگیرید که در یک نگاه عاشق شده. البته عشق بالاترین حد این پدیده است. اون نه تنها معشوق خودش رو بهترین میبینه، بلکه به مرور زمان بر باورهای خودش مهر تایید بیشتری میزنه و خیلی دیر میتونه قبول کنه که معشوقش دارای صفات منفی هم هست. ما کاری به خوب یا بد بودن این پدیده نداریم. هدف ما اینه. این پدیده روانشناختی وجود داره و شما باید از اون اطلاع داشته باشید و اگر لازم شد از اون استفاده کنید. حتما میپرسید از اون استفاده کنیم؟ بله، درست فهمیدید. از اون به نفع خودتون استفاده کنید. بر فرض مثال در مصاحبه شغلی شرکتی فراخونده شدید. شما باید بتونید در اولین برخورد تصویر خودتون رو در ذهن رئیس اون شرکت صادق، کاربلد و حرفه‌ای نقاشی کنید. و یا در یک مهمونی حاضر شدید و هیچ کس رو نمیشناسید. شما دو گزینه دارید. یک، اون مهمونی بدترین مهمونی زندگیتون باشه و دو، با آشنا شدن و دوست شدن و تأثیر مثبت گذاشتن بر افراد جدید، اون مهمونی یکی از بهترین خاطرات زندگیتون باشه. و حتی اگر فروشنده هستید، در اولین برخورد مشتری تصمیمش رو میگیره از شما قرار خرید کنه یا نه. این واقعیت تلخ دنیای فروشه، چون اگر مشتری از شما خوشش نیومده باشه، حتی اگر بهترین محصول موجود رو به اون معرفی کنید، دست رد به سینه‌تون میزنه. پس چاره چیه؟ باید بدونید در اولین برخورد چطور در قلب طرف مقابلتون نفوذ کنید. در این برنامه ما یک تکنیک ساده و کاربردی برای شما آماده کردیم که میتونید بلافاصله بعد از دیدن این برنامه برید بیرون و برای 10 نفر امتحان کنید و از نتیجه شگفت‌انگیز اون حیرت زده بشید. این تکنیک پیشنهادی نویسنده مشهور نیکولاس بوتمنه. برای اینکه خیالتون رو راحت کنم، این تکنیک مثل تکنیک‌های پیش پا افتاده قدیمی نیست که به شما بگه در زمان آشنا شدن با دیگران لبخند بزنید یا در زمان آشنا شدن با دیگران خودتون رو معرفی کنید. بقیده باتمن این روش‌ها قدیمی هستن. هر چقدرم خودتون رو خوب جلوه بدید، تا زمانی که دیگران احساس نکنن شما دوست اونها هستید، نمیتونید کاری پیش ببرید. راه حل فقط در یک حقه ساده است. زمانی که با افراد جدید آشنا شدید، فقط طوری وانمود کنید که اونها جدید نیستن و شما خیلی وقت اونها رو میشناسید. بوتمن نام این تکنیک رو فرض نسبت گذاشته. شما در اولین برخوردتون با افراد جدید و ناشناس، هیچ کار سخت و عجیبی برای اینکه اونها شما را از بهترین دوستان خودشون بدونن لازم نیست انجام بدید. کافیه فقط طوری وانمود کنید که اونها رو سالیان ساله که میشناسید.
اصلا تصور کنید اونها پسر خاله، دختر عمو، دوست خیلی قدیمی یا اصلا فامیل شما هستن. طوری وانمود کنید که اونها رو خیلی وقت میشناسید. لازم نیست تو جلسه اول آشنایی خودتون رو یک غریبه نشون بدید که میخواد با طرف مقابل آشنا بشه. ابتدای امر اونها رو یک دوست و آشنای واقعی تصور کنید. و در قدم بعدی کم کم پس از گذشت زمان از لابلای صحبت‌های اونها اون چه رو که میخواید از اونها بدونید اما نمیخواید مستقیماً بپرسید رو میشنوید. نکته مهمی که باید بدونید اینه. اونها اطلاع ندارن که شما از این تکنیک در حال استفاده هستید. اونها فقط احساس مثبتی به شما پیدا میکنن. اما اطلاعات زیادی از شما ندارن. در چنین مواقعی باید در صحبتاتون با اونها نقاط مشترک رو شکار کنید. اگر مارک کفشای طرف مقابلتون مشابه مارک پیراهن شماست، سوژه خوبیه تا مطرحش کنید. مردم از افرادی که مثل خودشون هستن خوششون میاد. این تکنیک یکی از کاربردی ترین تکنیک های دنیای فروش حرفه‌ایه. فروشندگان حرفه‌ای خودشون رو مثل یک فرد غریبه نشون نمیدن تا مردم وارد مغازه افراد جدید بشن. نه، به هیچ وجه. اونها میدونن مردم از آشنایان و دوستانشون خرید میکنن. تا زمانی که مردم شما رو نشناسن و به انگیزه درونی شما پی نبرن، از شما خرید نمیکنن. بیایید با یک مثال ساده این تکنیک رو شرح بدیم. برای مثال فرض کنید شما یک فروشنده یخچال هستید. مشتری وارد مغازه شما میشه و درباره یخچال خاصی سوال میپرسه. شما تو سناریوی اول از این تکنیک استفاده نمی‌کنید و دایلوگ‌های اینجوری بین شما و مشتری برقرار میشه. سلام. سلام، بفرمایید. ببخشید، این یخچال قیمتش چنده؟ کدوم؟ اون 43 میلیون تومان. این چی؟ اونم 52 میلیون تومان. آهان، باشه. مرسی، ممنونم. شما تو این سناریو مشتری رو یک فرد غریبه تصور کردید که نمیشناختید و برای اینکه اون غریبه بود سعی کردید خیلی بسته با اون صحبت کنید. حالا در سناریویی که در ادامه میبینید فرض بر اینه که شما از تکنیک این برنامه آگاه هستید و مشتری که وارد مغازتون شده رو پسر خالتون تصور کردید و خیلی وقت اون رو میشناسید و خیلی هم نسبت به اون ارادت دارید. ببینید چه اتفاقی میفته. سلام. سلام، احوال شما، بفرمایید. تشکر میکنم. این یخچال رو امکانش هست بفرمایید چند قیمته؟ این که اصلا قابل شما رو نداره، قیمت چیه؟ اصلا برای چه کاری میخواید؟ به سلامتی اسباب کشی کردین؟ نه، واقعیتش یخچال قدیمی ما خراب شده، هزینه تعمیرش خیلی بالاست، صرف نمیکنه. برای همین تصمیم گرفتیم یه یخچال دیگه بخریم. خب به سلامتی. خب چرا این یخچال رو انتخاب نمی کنین که 10 سال گارانتی تعویض داره؟ یعنی تا 10 سال لازم نیست اصلا راجع به تعمیرش فکر کنی. علاوه اینکه جنس بدنش فوق‌العاده است و مقاومه و به این راحتی هم خراب نمیشه. حقیقتش قیمتش از اون یخچالی که انتخاب کردین کمتره، ولی کارایی خیلی بهتری داره. اگه شما پول بیشتری بدین منم پول بیشتری در میارم، ولی حقیقت رو به جیب پر پول ترجیح میدم. خیلی ممنونم، شما خیلی لطف دارین. پس میشه یه خورده اطلاعات بیشتر بهمون بدین؟ چرا که نه، روی چشم. و این مکالمه ادامه پیدا میکنه و هر چقدر طولانی تر میشه مشتری احساس بهتری نسبت به فروشنده پیدا میکنه. در واقع احساس نمیکنه با یک فروشنده طرفه، بلکه احساس میکنه با یک دوست در حال صحبته که راجع به مشکلش راه حل به اون ارائه میده. پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی جمع و جور از این تکنیک داشته باشیم، میتونیم بگیم هر زمانی در هر مکانی با افراد جدیدی قرار شد آشنا بشید که خواستید تأثیر مثبتی بر روی اونها بگذارید، فرض کنید اونها جدید نیستن و از دوستان صمیمی و قدیمی شما هستن. همین تکنیک ساده به شما کمک میکنه در بلند مدت دوستان بیشتر و نفوذ کلام بالاتری در جمع ها داشته باشید. یادتون باشه حتما این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید تا اونها هم مثل شما در زندگیشون تغییرات مثبتی ایجاد بشه. برای فهمیدن حقایقی باور نکردنی در مورد ذهنتون که باید قبل از هر کسی اونها رو بدونید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه
به خاطر هر چیزی که دوست داری پاشو، تلاش کن، خسته شو و حتی جنگ راه بنداز. قسمت و تقدیر و نشد که بشه برای آدم ترسوهاست، نه برای تو. پیروز و سربلند باشید.